کنه از سلوان و جوگر تالا جیوون اومده. عشق من این بچه های خورم آباد، به به درستان عزیز، تک تکتون خوش اومد. یا الله سلام آقا، سلام سلام، همه تو خوش اومد. یا الله یا الله یا الله، عشق من. اگه ما هم دست برداری پرسپولیس و هنی کنه از سلوان و جیگر تلا جون، پیزش دست بر نمیداره جون. عشق من این آقا سلطان علی ابن موسرزاش، بچه های اصفهان و آیش آمیتی. آره داداش قسمت نشد داداش، رو داشت وید مرادی شد. خیلی وقت با یه درجه اکون بودن به آبی بودن رسیده هانی کنه جیون، درجهش ارتقا پیدا کرده. هانی کنه زاد روز تو تقویم به نام روز مفعول نامگذاری می شود. هانی کنه آقا جاسم، یا الله آرشیدی، یا الله آتشی عزیز، داداش هستیم در خدمت تو هستیم. خالو سفر باعش نیما داداشم خیلی خوش اومد. یه من و سید با ایشکی مشکل نهاریم الا با هنی کنه جیون. قیافه یکونی معلومه اصلا چی شکمش مال این تو آبا من و گلده هاشمون. عشق من این، همه تو خوش اومدی، جمالتون عشقم. کار صد نفر را انداخته هنی کنه، وای عجب هنری داره، هنر دادنت خیلی باحاله جون. هنی کنه گو خورده، گو خورده، هر کی هر بر زده. ما در خونمون نشستیم و هفت جدش دنبال نام میگردن، بودشون بده. عشق منیست، سلام خاله پشتیبال با عشق، عشق منیست، جمال همه تون عشقه. توب تانک مشوشه هنی کنا کردشه داود عزیز. 4 سال این زرت پرته دارن میکنن. هر کی بزنه بیا سرشو بزنه جون. آقا عالی عالی، همه چی خوبه داداش، عالی عالی. سلام آموزگیان، آقا داود، آقا آتشی، سلام آموزگیان، چاو منی، خالو سفر باش، چشم منی. تبریک میگم منم به شما، انشالله خدا آقا امام رضا شفیع شما و ما باشه. امام رضا وقتی ولیعت شد به سمت خراسان در حرکت شد. خب وسط راه مردم ازش پرسیدن، یکی پرسید گفت یا ابن رسول الله، من قال لا اله الا الله محمد رسول الله افلح. گفت ای پسر پیامبر یه سوال دارم، هر کی بگه محمد رسول الله، ها لا اله لا لا اله الا الله محمد رسول الله بگه رستگاره. گفت بله والله، ولکن به شرطها و شروطها. گفت بله به خدا، ولکن به شرطها و شروطها، ولکن شرط داره شروطی داره. و انا
واحد من شروطها و میگم و من یکی از آن شرطهای آنم قبول داشتن امامت. عزیزای دل من، هر کی سید آیپوش رو قبول داره باید همه چیز سید آیپوش رو قبول داشته باشه. طنزش و خنده هاش و شوخیش و سیاستش و ادبش و ایشالا ایشون هم آزاد میشه. آس عزیز، اللهم صل علی محمد و آل محمد. علی قرص سمید هاشم، امین مروتی هم فکر کنم آزاد شد. نیما جان قلب من ادا داشت. زنده باشی، قبول باشه زیارتت پیشا پیش داداشی محمد جان. آقا جابر بابا منا 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 میگه سید جبارم جاده ساوه. آقا جاده ساوه سلام درود عشق منی. ما یه منا منا داشتیم، یه میگ میگ داشتیم، یه کنا کنا داشتیم از خانواده کناداران. هنی جیون عشق منی جیون، زنده باشی آقا جابه فرستم داداشی. آقا احسان عشق منی، شغلت معلوم نیست مینا جان نوشته. مینا جان شغلت معلوم نیست، جریان چیه؟ مینا جان شغلت تعریف کن برای ما چیه؟ آقا سیالی به پوداشم، آقا رشیدی، حالا من نمیدونم فکرشی، حالا من نمیدونم، ولی زنده باشی داداش. آقا احمد، مینا جان میگه معلوم نیست شغلم چیه. مینا جان تعریف بکن شغل چیه، بیا برای ما بنویس. آقا حسینی داشتم، آقا جابه خاک تمام سیاه، سلام سلام. آقا ماریاس اسمش، چرا نمیگی چه کاری؟ مینا جان چرا نمیگی چه کاری؟ قربونت برم مینا جان، بیارمت بالا ببینیم چه کاری؟ مونا مونا ماریا جون چه کاره ای؟ بیا به ما بگو چرا نمیگی چه کاره ای؟ اینجا چه کاره ای؟ الان برای چی اومده جون؟ ها؟ ماریا جون بیا رفت بالا. مشکوک میزنی ها جون. فاتی عزیز ماریاست دیگه، همونی که مخبری ماریا اومده اینجا مخبری بکنی. ماریا میگه کاش، میگه ماریا میگه شغلش مخبریه جون. مخبرام خوش اومدن، بیا داداشی ها بیا قربونتون برم، بیا خانوما خانوم خانوما. از اون خواستگار هاست نمیدونم، معلوم نیست. آقا جابر باش آفری برد. اداره ای تا اداره ای داریم، اداره ای داریم زحمت میکشه برای امنیت آب خاک وطنش، بعد یه اداره بی ناموس مثل هانیکونا داریم از این ور مخبری میکنه، از این ورم میفروشتشون، از این ورم ناموس ایرانی رو ترانزیت میکنه، از این ور مواد میده دست بچه مردم، از این ور صلوات و صدقه میفرسته، این من نمیدونم بیناموسی و هرزگی و مشروب خوری رو میکنه. اینجوری اداره ای داره، ولی در اصل اداره ای که خدمت به آب و خاک و وطنش میکنه بد نیست، که مواظبه مراقبه که به کوچکترین لطمه به آب و خاک و دین و مذهبش رو نخوره، اون اداره ای عالیه. ولی یه اداره ای مثل هانیکونا نه، خود اداره ای هم از هانیکونا خسته شدن جیون. آقا احمد حقیقت رو دارم میگم، یاری مثلا میام میگن اداره ای اداره، هر اداره ای که بد نیست که. ماریا شروع کرد میگه هانی شیشه فروشه، به 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 به. آقا جاسم، آقا جابر میگه درخواست دادن
جونم آقا جابر، همای عزیز خوش اومدی. یا الله سلام سید، سلام داداشم، یا الله چاکرم دادا، خوب بابا، زنده باشی ماشاءالله، ماشاءالله به سیبیلا، ماشاءالله ماشاءالله. پاکم آقا تصویرت رفت سیاه شد. آقا بزنی به تخته، ماشاءالله ماشاءالله، زنده باشی آقا پاکم اومدی پوزنی دیگه نه عزیز جلس. سید جان دارم دادا، ببخشید من یه چند دقیقه بی خودی وقتی میگم داداش، من نمیشناختم زیاد، ولی خب خیلی اسمتو شنیدم از بچه ها. نمیدونم چرا هیچکی دل خوشی از تو نداشت. نمیدونم یه سری به خدا منم به بچه ها جالب شد برم، گفتم آقا پیجشو بفرستید من ببینم کیه وجدانم دیگه، کی پیج نمیدونم کی پیج تو برام فرستاد. ما ببینیم چرا قرد بعد تو میاد. داداش شما نیمه خالی لیوان متاسفانه، ما هم اونقدر که من ببخشید پیرنمو بپوشم بی ادبی نباشه. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم، آقا بی ادبی نکن داداش. دوستان بی ادبی نکنن، فداتون بشم، مهمون ماست، اومده زحمت کشیده، اومده تو لایو ما، حالا انتقادی داره چیزی داره به دیده منت، ولی کسی بهش بی ادبی نکنه. عشق من خاکم آقا زنده باشی. خب بذار بی ادبی کنن، همین الان اومدم مثلا 4 5 تا اومدم به شما بی ادبی کردن، دلیل نمیشه که شما آدم بدی هستی. نه آقا زنده باشی سید جان، باشی. همین دو دقیقه پیش من با پژمان بادیگارد از پرچم داران بله تو یه لایو بودم، اتفاقا بچه اومدن بی ادبی کردن، گفتم ناراحتی نداره، من بچه جاده ساوم سلطان آباد 24 ساعت دارم میرم میام تو سلطان آباد اسلام شهر، سر رامو بگیرید، بی ادبی ناراحتی نداره آقا. بی عزیزی آقا بی ادب داره بی ادبی میکنه، آمار خانوادگی خودشو میده که سر چه سفره بزرگ شده. خاکم آقا زنده باشی، زدی به یه جایی که اصلا ما تو 3 4 5 ساله که داریم فعالیت میکنیم در این زمینه. عزیزی آقا عزیزی، همیشه گفتیم 80 میلیون ایرانی تاج سر سید آقا پوشن، همه خوبن داشیر ونن، ما فقط تو این کل 80 میلیون فقط با یک نفر مشکل داریم، اونم هانیکوناس. سلام بانو داودی عزیز، هانیکونا کیه داداش؟ هانیکونا اینی که آشپزخونه های مواد مخدر شیشه داره بچه های مردم رو بدبخت بیچاره میکنه، یه مفعول عروس زندان هاست. خب به نام بالا نمیشه، خودش لقب کرد به خودش داده در صورت که کرد نیست. هانی کرده؟ مال شما رو خورده. این کرد نیست داداش من، عزیز من، دقت بکنید، خوب دقت بکنید، ایشون کرد زنده بسید. ما همه مشکلمون با اینه، هر کم در خلال این 3-4-5 ساله اومده به ما بیادبی کرده، یا از طرف این بوده خب زنده بود. یا اینکه مثلا اصلا قیافه ما خوشش نیومده آقا، از صحبت ما خوشش نیومده، در صورتی که کل صحبت های ما در مجموع، من آدرس کانال یوتیوب هم میدم، تمام ویدیو ها صحبت ها کلیپ های من موجوده، تمام این صحبت های ما این بوده که آقا مراقب خودتون باشین، مراقب ناموستون باشین، مراقب جووناتون باشین، تو دام باندای مواد مخدر و فحشا نیفتین. اولی زنده باشه. تا همین نزدیک یک سال پیش همه پیجای من که نمیذاشتن بمونه پیج الان هم زدن مسکه پیج شما رو، درسته؟ میزنن دوباره، ما هم به قول من پر روی نیستا شدیم، دوباره یه دونه دیگه میاد. خلاص زنده باشه. انجمن مشتی های مبارزه با خودزنی و فحاشی ناموسی، این پیج بوده. خب تا آقا زنده عباس اومدن به ما بی ادبی کردن، عباس اومدن به ما خوش ناموسی دادن که ما میدون هم میدون رو خالی بکنیم و اینا برای خودشون جلام بدن، ما جواب نمیدادیم، تا همین اواخر دیگه به قول معروف کارت به استخونمون رسید، ما یه زنده ما جوابشون رو دادیم مثل خودشون، ولی بازم عرق شرم قبل اونا که به عرق شرم به صورتشون نمیشینه، به صورت خودمون نشست، بازم ما کار درستی نکردیم، جواب این بی ادبا رو بعد از این همه سال دادیم مثل خودشون، بازم دلگیریم، از خودم، من خودم از خودم دلگیرم. این کل داستان سید جان، جانم
ته جان من آقا من قصد بیاد من شاید لات و لختی باشم ولی خب سر سفره پدر مادر بزرگ شدم، بزرگتر خودم توهین نمی کنم. خب من ببخشید بی ادبی ندارم، یه چند تا سوال ازت بپرسم جلوی بچه‌ها که هستن جواب بدی، یه سری داستان مشخص شه. بگو آقا بپرس چه ایراده داره. آقا یک، این داستان آرام زیرک چیه که ناراحتی پیش اینا رو بگو که بچه‌ها بدونن، مثلا این بچه‌هایی که الان بودن. شما من الان بیام تکرار مکررات میکنم، شما اولین بار اومدید تو لایو من، منت بر من گذاشتی، سعادتی بود عزیزی آقا کوچیکم تشریف آوردی. این بند خدا یه لحظه ببخشید، این که میگه لات کجا بودی آب نبات، لات سلطان آباد جاده صافه، بیا داداش ناراحتی داری بیا سیمتری حلش کن. آقا فداتون بشم عزیزم بگو. چال من این داداش، یا کسی به ادبی نکنه، بعد من شرمنده ام چون میخوام داداشم اومده اولین بار سعادتش پیدا کرد اومده تو لایو ما، میخوام انتقاد داره عزیزی آقا من چال خب عزیزی بی ادبی نکنی. اگه منم یه موقع جواب کامنتاتون رو ندادم، چون رشته کلام از به قول معروف از ذهنم میره، بعد ولیکن همه تو خوش اومدین قدمتون رو تو خود چشای من هم زنده باش دوستای ما. در هر صورت این بند خدا تکرار مکرراته، منم نمیخوام زیاد اسمشو بیارم. نه تکرار کنی بهتره، بذار بچه هایی که هستن بدونن یه سری سوالاتو. همه ببین من همه لایو هم من الان فردا همین لایو میتونی تو کانال یوتیوب هم ببینی. اگه یه زنده باشه این داستان خیلی خلاصه میگم، این همشهری منه، هم خون منه، تو عراق ساکن عراق است، مرزنشینه. یه مدت آقا من گفت آقا تعصب داشت شهید مرادی خدا بیامرزه میشه ما هم استفاده درست گذشته بر زمان، یا دیدیم آقا به چپ را صغیر کبیر بی ادبی میکنه، ما درست بویس ها و چت ها مون همش از بهش میگوردیم داداش نکن، داداش هدف مشخصه، هدف نابودی هانیکوناست، تیم مفعول هانیکوناست. آقا تو اینا سردسته داره، من خود هانی داره به من اومده وایس هاش هستش چت هاش هستش و میگه من ارتش 30,000 نفره زنان دارم، فردا میدم برات کلیپ درست من تو رو تخریب بکنم. درسته یه عده زن خانوم نمیدونم این ور اون ور یه عده دنبال شهرت بگن میرفتن تو لایوش، خب این انگولی بله. کردن خب مثلا میگفتن این اینجوریه این اینجوریه، بیا به نظام فش بده، به خامنه ای فش بده، به سپاه فش بده، به هشت شعبی فش بده، به امین آقا فرزانه فش بده، به محمد آقا محمودی فش بده. من میگفتم درست نکن این کارا رو نکن، ما مشکل با یک من اول صحبتم با شما چی گفتم؟ گفتم 80 میلیون ایرانی چی ان تاج سر من فقط نفهم، گفتم داداش اینا موظفن که تو رو تو به بیراهه بکشن، درست دستور تیم هانیه که تو رو به بیراهه بکشه، شروع بکنی آره شروع بکنی به ایکس و ایگره و همه رو بی ادبی بکنی، دشمن برای خود درست بکنی، انرژی تحلیل بره، بعد این کارا رو نکن که متاسفانه گوش نکرد. تا یه روز ما دیدیم که اصلا ما اصلا باش مشکل نداشتیم، یادم آقا به قبر مادر ما هم داره توهین میکنه که دیگه ما هم اونجا جوابش رو دادیم، یه قرار دعوا براش گذاشتیم، سر قرار دعوا نرفت فرار کرد، خب تو اتوبان با 200 کیلومتر سرعت بود، ساعت 8 تا 10 باش قرار دعوا گذاشته بودیم تو سلیمانیه بچه کردای خودمون اونجا سر تهران با 200 کیلومتر فیلم ها گفتم میتونی بری اینا تکرار مکرره. درست آقا میدم، این یه به قول مروی مختصر مفیده. خب این تا اینجا، حالا ببخشید آقا لایو شماست، من معذرت میخوام یه خورده ادامه میدم جونم عزیزی. بعد یه سوال دیگه آقا، من تو لایو آرام بودم یه چند بار، حالا من نمیگم شما بودید چون نه شما هم نبودید، من با پیج شما با پیج فکر برای من زیاد درست میکنن دیگه متاسفانه. خب حالا مثلا صدای شبیه به صدای شما چند بار اومدن بالا و خوش ناموس وحید مرادی دارم، من وحیدم ندیدم نمیشناسم، من بچه شهرستانم لورم تازه 4 سالم نیست اومدم. اگه لوری هم خونه من کرد ملک شدیم لورو خاکم آقا کرد هم یه خونیم هم تباری تازه زنده باش. بعد چند نفر اومدن بالا فوش قبل وحید مرادی دادن، حالا من وحیدو گفتم نمیشناسم، فقط به شرفش فوش داده آره،
من اینو خواستم بپرسم آقا، این پیجی که داره میاد بالا یا شمایید آقا، شما هستید یا دارن سعی میکنن شما رو خراب؟ بازم ببخشید من نمش. همه داستان، حتی خود داستان این آرام یواش شوماخر عراقی هم همه هدفش تخریب منه، چون دشمن اصلی رو من میدونن نه اون. اون یه بوغه، خب یه درست. بوغه، یه آهنگ فصلیه که دو روز خونده میشه، دو ماه خونده میشه، 6 ماه خونده میشه، بعد از دو سال درست. ولی اینا فهمیدن دشمن اصلیشون منم و تا حالا یه کاشی که هیچ یه میلیمتر هم من تو هدفی که دارم عقب نشینی نگم. شب تا صبح منو به اطلاعات تهدید میکنن، به نمیدونم به سپاه، به سایبری، نمیدونم اینجا به احزابی که این ور آبن، من ساکن رو میکنم یه بله. مثلا به خودی ها میگن این جاسوسه، خب به اینا که ضد نظامن میگن این چیزه اداری سپاهی، هرجوری آقا به هر شکلی. منم اصلا ککم نمیگزه، من فقط هدفم برام مهمه، عزیز. اونم نابودی هانیکوناس کردن زیر خاک. تا اینجا هم خوب آه کار این تا کردم، اینجا من شد کار خودم راضیم، عزیز، دمت کار گرم خودم راضیم، چون معامله با خدا کردم تا اینجا، آقا، مردونه مردونه، خودم به دمت گرم قانون کردم. عزیزی. آقا بعد دوباره یکی دیگه باز من بپرسم، بازم ببخشید، بازم ببخشید. بعد چیزایی که جدیدن بچه ها تو لایبشون میگن، تو لایبشون میگن که بالفرض اینم جواب سید آبیپوش دولتیه، هر کی با سید میره تو لایو و زد و بند میکنه چند وقت بعد گیر میکنه. خب حالا داستان این چیه؟ ببخشید آقا، اینا رو هم بگو بچه‌ها بشنون. بابا هر کی مسئول زبان و رفتار و کردار، درسته؟ درست. من اگه خطایی بکنم منو آویزون میکنن، شما رو که آویزون نمیکنن، یا داداشمو که آویزون نمیکنن، اینطوریه دیگه، درست. عادتا اینه دیگه، درست آقا؟ درست. درست. شما چی میای میگی این مهمه، شما چجوری رفتار میکنی تو لایو، کنتاکت، برخورد با مردم، اون مهم. خب درست. بعد منی که 28 سال تو ساکن انگلیس نشستم، ما شما 28 سال اون وری؟ انگلیس آقا کجای من به اداری میخوره؟ ها؟ درست. کجای من؟ بعد من انگلیس نشستم، یه سوال یه جواب. ببین انگلیس که دیگه خدای اطلاعات و این کاراست دیگه، خب سرویس های اطلاعاتی و ایناست، خب یعنی بله بتونن یه اداریه که مثلا با ایران کار میکنه میذارن نفس میکشه یا خشتکش میکنن به شمارسه. اینم آقا درست، اینم آقا قانه کنن. بعد مثلا تو لایواشون به این اشاره میشه که من آقا، تخریب، هدف تخریبه دیگه. آره تو لایواشون به این اشاره که میشه که آقا سید آبی پوش حقوق بگیره، الان از اون ور داره جیب یه سری ها رو پر میکنه، یه سری ها رو وادار به همکاری میکنه با پول. این داستان چیه؟ چی؟ خب همون حکایت اداریه دیگه. گفتم آقا به چی؟ به کدوم؟ از کجا حقوق میگیره مثلا؟ اصلا حقوق گرفتن جدا، میگن سید داره به یه سری ها پول میده، یه سری ها رو میندازه وسط همکاری کنه. با کی همکاری بکنه؟ نمیدونم، میگه اداریه، بچه ها رو داره جیب بچه ها رو داره. الان آرام چند بار تو لایفش به این مسئله اشاره کرد که سید نتونست منو بخره. میگه به بقیه بچه ها پول میده. آقا من کار ندارم، من آرام رو دوست دارم، رفیقم باش، سلام علیک دارم. ولی خب دیگه یه روزه یه چیزی برات بگم بخندید. یارو یه ذره به راننده تاکسی بود، بدهکار بود، خب یه ذره پول گرونی شد، بدهکار شد. هر روز مثلا ساعت 8 صبح میرفت بیرون، خب 8 صبح میرفت مثلا 4 بعد از ظهر برمیگشت خونه، بهش فشار اومد، به زندگیش فشار اومد، اینا قرض غوله داشت. گفت آقا من دیگه به جای 8 صبح چی با نماز صبح، مثلا ساعت 4:30 صبح نماز صبح، اذانی که گفتم نه دور کرد نماز صبح هم میخونم و میزنم بیرون دنبال روزی، به جای 4 بعد از ظهر 8 مثلا برمیگردم خونه، یه ذره بیشتر کار میکنم. درست.
گفت آقا تصویرش رو گرفت صبح با اذان الله اکبر بلند شد و وضوع رو گرفت و داره کرد نماز صبح کن گفت یا الله یا رزاق بسم الله الرحمن الرحیم استارت ماشین رو زد راه افتاد تو خیابون. چاره اول نه چاره دوم دید یه خانومه وایساده. خب یه خانومه وایساده به جای که عقب بشینه اومد جلو نشست. یه دو یه 20 متری رفت جلو یا زنه معذرت میخوام گفت آقا 50 میگیرم یه حالی بهت میدم. گفت یه 50,000 تومن میگیرم یه حالی بهت میدم. یارو راننده گفت یا الله آقا ما چی بود؟ گفت تو رو خدا یکی تو یکی رو نمیشناسی ها 20 به ما بده ما یه حالی بهش بدیم. گرفتی حالا جا حالا لازم هرکی آقا بیاد آقا بیاد یه حقوقی به ما بده. آره اینا آقا جان این داستان ببین برای تخریب هر کسی میتونن هر کاری بکنن. من الان من خودم من دشمنم باهانی دیگه. من شب تا صبح براش جوک میگم کس شعر میگم ولی دروغ نمیگم. به جدم رسول الله دروغ نمیگم. این چیزایی که در مورد هانی گفتم این حقیقت گفتم. نه من همه بزرگا سینه سوخته های قدیمی ایران اونا که باش به قول من تو محل بودن و توی حبس بودن میدونن که این عروس زندان ها بوده مفعول بوده با یه درجه ارتقا اکنونی بودن به اوبی بودن رسیده ترانزیت مواد مخدر میکنه از تهران لابلای کالای ایرانی به سوی ترکیه حتی تا اینجا میرسونه ناموس ایرانی رو ترانزیت میکنه. صدها سند من ازش دارم. من طبق اونا من دارم صحبت میکنم. خب یه سری ها میان تو فضای منزلی چپ راست هیچ منطقی. شما الان من چند تا سوال من جواب خانه کرد شما رو درسته خانه کرد شما رو درست نه بگو درسته خانه کرد یا نه بله آقا بیاد همین چند تا سوالی داره بایی من به شما اجازه دارم سوالتو بکنی منطقی هم نشستم با جواب داده. حالا من کار ندارم آقا من آرامو یاد نمیشناسم. من نمیدونم دیدی ویدیو مو یاد من یه فون بزنم اون مقطعی ما بهش یاد دادیم گفتیم آقا بیا راجع به مسائل بگو آقا ما زدیم فلان زدیم به خاطر یه سری مسائل دیگه. خب یه سری شما حالا آلام... خب من میگم ما نگفتم من خب درست خلاصه بهش گفته شد که آقا بیا شما بگو آقا من زدم دستت که نزده من بهت میگم آقا آرام بیا دستشو بگیره بالا دو دستشو بگیره بالا اینجوری اگه با یه قاشق دستش بگیره اگه تونست اینو نگه داره خب من به تردیم هزار دفعه بهش بگیم آقا نگیر بالا دستو لو میری. خب تقصیر ملت ما ببین الان آرام میاد به کل نظام ایران داره فش میده یا به صغیر و کبیر ایران داره فش میده دیگه نصف ملت ایران... آرام نه ولی رفیقاش شاید خب من صدها مرتبه آقا من سیف شده شدارم دیگه لایواش به کل نظام از بالا تا پایین فش میده. آقا مثلا میاد به آخوند فش میده آخونده بده زنش که بد نیست که دخترش که بد نیست که الان خب مثلا به سپاهی فش میده سپاهه بده زنش که بد نیست که دخترش که بد نیست که درست آقا بده همه رو بد نگمین با پنج تا انگوش مثل همه نه آقا نیست رحمت به شیر پدرم آقا چرا آماری فش میدی به همه ملت. خب آقا تو میاد تو یه عراقی هستی تو عراق نشستی جالبیش اینه که خودش عراقیه تو عراق نشسته میاد به من میگه عراقی. یکی از مضحکترین تهمت هایی که به من میزنه خب که بهش داد دادم اون که هیچی نیست. خب درست الان اردگان شب تا صبح داره ترکیه عثمانی و اردگان شب تا صبح عراق داره کردستان عراق داره بمباران میکنه درسته آقا یا نه؟ درست 25 تا پایگاه هر کدوم یه پایگاه اندازه جاده سابه شماست اشغال کرده به نظر تعصب کردستانشو بکشه بره ضد ترکیه حرف بزنه یا باید بیاد ضد ایران حرف بزنه؟ ضد ترکیه رحمت به شیر مادر. چه چیز اینو وادار کرده بیاد که به صغیر و کبیر و آقا ایرانی بده به ما مربوطه آخوند بده به ما مربوطه سپاهی بده به ما مربوطه به توی عراقی چه مربوطه؟ خب آقا میگه دیشب تعصب کشه داشت وحید مرادی هم
دیشب یه لایوی گذاشته بود، من نبودم تو لایو. آقا سید جان، کل دنیا من هر روز در ارتباطم، با من تعصب داشت فرید مرادی رو میشه. نمونه از همون عراق این آقا حسین شریفی رو میشناسی؟ نه خیر متاسف. حسین شریفی هم از عراق تعصب داشت فرید مرادی رو میکشه، شب تا صبح مثل زن گریه میکنه برای حسین، برای داشت فرید مرادی. نه اسم صغیر آورده، نه اسم کبیر آورده، نه اسم خوب آورده، فقط میگه وحید مرادی. اونایی که وحید مرادی رو کشتن، نه دیدیم یه روز به کسی بیادبی بکنه، نه دیدیم به کسی تهمت بزنه، نه بگه آقا من با فلان مشکل دارم. خب بله، اون تعصب کشه و حقیقیه، یا تو که به صغیر و کبیر داری خوش میدی؟ اینم حرفی آقا، اینم حرفی. آقا امین آقا رو تو میشناسی؟ بله. چجور میدونیش؟ کیه که نشناسد؟ زرچ کشیده یا نکشیده؟ درسته. کشیده یا نکشیده؟ جوونیشو گذاشته پای این حرفا. کاپ خورده یا نخورده؟ درسته، جوونیشو گذاشته پای این حرفا. درسته. خب الان داره چیکار میکنه؟ به گفته خودش نوکری مردم. خب چهار تا دعوا رو آشتی میده، امنیت هم بهش فشار میاره دیگه، بونا که تو ریش سفیدی بزرگی فلانی، بیا اینا رو آشتی بده. خب تو چرا میای به این پشت زنان ناموس میدی؟ چرا به بچه های مرکره پشت ناموسی میدی؟ حالا مثلا نظام رو زار کنو. اینم هست، اینم هست آقا. جالبه جالبه، خیلی جالبه. بس خوش میدی اومد دو تا بچه های دو تا بیژن و احرام انقدر آنتری کرد، من هزار دارم با خود با بیژن صحبت کنم، بودم داداش نکن، داداش این نقشه هانیه، این میخواد تو رو عصبی بکنه، تو رو بعد چیز بکنه. هانی که خودشو نشون نمیده، خودش کرده تو سلاح موش، فقط تحریک میکنه. خب شما میاین خودتو مسلح، اون عزیز میاد باید علکی قرار دادار میذاره، نمیره سر قرار بچه های اداره قبل از اون اونجا. خب تو خودتو تو الان قرار دعوا باید بذارن چیکار میکنی؟ مسلح میرید؟ آقا یه تیزی یه ناخونگیری میذاری با خودت دیگه. خب برمیدارم میرم. خب شب تا صبح اینا رو آنتریک میگرد، اینم هی شب تا صبح اینا رو آنتریک میگردم، بابا نکن، این بیناموس نمیره سر قرار، اینا فردا گیر، انقدر اینا رو تحریک کرد رفتن رو اعصاب اینا فلان، این بدبختا رو گیر افتاد. بعدم پشت داداشی ها میشن نادون، یه سراشم به هانی نتونستن بزنن، چون که داد بیداد فلان اینا سه، این ازشون زب میگن، لایف میدادن، هی فیلم ازشون میگردن فلان، آخر سرم یه خراشم به هانی ننداختن، ولی راه افتادن رفتن تو زندان هر کدوم چهارپه. الان هم با سند، میدونی کی زب براشون سند گذاشته؟ کی بودش؟ کسی میدونه اینجا الان تو لایف 125 نفر میدونه کی براشون سند گذاشته؟ کی گذاشته؟ آقا سیاوش مرادی، پدر وحید، خدا رحمتش کنه، خدا بیام. خب آقا نکن، من وقتی بهت میگم آقا نکن، برادر من نکن، به ایگز ایگرگ فش نه، تعصب کش داشت وحید مرادی، همه دنیا میدونن هانی پشت سر قتل داشت وحید مرادی. آقا چی کار داری به ایگز و ایگرگ؟ چرا دشمن برای خودت اضافه؟ هی میاد پشت میده بوده، الان هم میاد جالبیش میاد به ما هم پشت میده، به مادر ما هم پشت میده، بودم آتو میاد به کل ایران هم پشت میدی؟ درست. خوب و بد پشت میده. آقا خود تو اگه تعصب کشی، آقا برو تعصب آب و خاک خودت رو بکش، کردستان رو بکش. من خودم کردم، نصف بچه کردای ما، ایلامی های ما الان دارن از کردستانشون دفاع میکنن، کردای ملکشاهی و لورو لک و شوان و بیره، الان تو تمام حزبای چه اسلامیش چه غیر اسلامیش، چه موافق نظام چه مخالف نظام، دارن از کردستان عراق دارن دفاع میکنن، بعد این نشسته تو تویله خونه شب تا صبح لایو میده. خب روزی 3 ساعت لایو میده تا همین چند وقت، روزی هم که باش قرار دعوا گذاشتن تو اتوبان بود، 1 دقیقه و 52 ثانیه من لایوشو ضبط کردم تو اتوبان، خب با 30 کیلومتر سرعت. درست. بعد میگه آقا من رفتم، من فلان کردم، من بیسار کردم.
اتفاقا فیلمش تو پیج منم هست، من خودم گذاشتم، شاتش هم کردم، تگش کردم که یعنی پیجش بیاد بالا. ولی خوشتی خب دوری کردی، شما اشتباه کردی، اشتباه من اشتباه از اون نیست، اشتباه از ملت ایرانه، ملت ایرانه که دارن میرن همچی کسایی رو فالو میکنن و تایید میکنن. داداش زمانی که من اومدم داخل پیجم با این آقا بلفرد یه ویدئویی گذاشتم بر علیهش یه چیزی، برگشتم گفتم آقا این اصلا گیریم هانیو زده باشه، کلاسیک خب نزده، خب گیریم زده باشه از یه کشور دیگه. آقا من اینو مشهورش کردم، آقا من کار ندارم، من میدون من چی اینو میگم. آوردم، ببین برو علی کانال یوتیوب، من اینو آوردم وقتی این چیز شد ما آوردیمش طبق همون صحبتی که برات کردم، اینو آوردیم بله آقا بیا بگو تعریف کن. 100 دفعه ما بهش گفتیم بازم راست، یه بار میگفت با پاسپورت اومدم، یه گفت بدون پاسپورت اومدم، خب یه بار میگفت دوربینا فلان، آقا بهش میگفت 4 تا خیابون. آقا کسی که همچین حرکتی که زدن هانی رو چی بهش میگن؟ یه نوع ترور دیگه، درسته؟ بله خودش هم مدعی از بیرون از مرز اومده، درسته؟ بله درسته؟ بله منطقی بله آقا، یا اناسال چند نفری تو این لایو گوش کنی منطقی آقا، کسی که موظفه از خارج مرز بیاد داخل ایران یک شخص رو ترور بکنه، یک شخص رو تحت حساب بکنه، نباید 4 تا کوچه خیابون بلد باشه؟ درست، اینم درست. من بازم میگم آقا ببین، کوچه بلد نیست، 4 تا کوچه. این به شما میری تو دایرکتش، درست بهش زنگ میزنی، پیام میدی از دایرکتش با یه گوشی دیگه، اینجوری فیلم میگیره، میخواد خودش رو چاست بگم ببینیم فلانی به من زنگ زد من تحویلش نگرفتم، ببین فلانی به من میخواد بگم من بزرگم همه دارم به من زنگ میزنن. تو از اونجا بلند شده اومدی به قول معروف راه 9 ساعته رو میگی 24 ساعت، 23 ساعت اومدم، یه بار میگی با گذرنامه اومدم، یه بار میگی بدون گذرنامه، یه بار میگی تمام دوربینا منو گرفته، یه بار میگی آقا تمام هیچ دوربینو من نگرفته. خب سید جان، سید جان اشتباهی که میگم اشتباه شما همونجور که من انتقاد میکنم، اشتباه ملت ایرانه که نه من از شما انتقاد نکردم، من سوال پرسیدم فقط. آره منم دارم انتقاد، خب انتقاد من از چرا شما یه شخصی که خب یه شخصی که دروغگو کذابه به قول معروف خالی بنده و صغیر و کبیر ایران، خوب و بد ایران ها، خوب و بد ایران مربوط به ایرانی میشه، غیر درست، به کسی دیگه مربوطه؟ نه به خوب و بد، خب به یه عراقی براش دست میزنین سلطان سلطان میکنین، از طویله خونش نرفته بیرون، درست تاییدش میکنین سلطان سلطان میکنین، با چرا؟ چرا به چه دلیل؟ سید جان، جانم سید جان من یه درخواست فرستادم، من این لایو فرستادم برای آرام، الان به من دایرکت داد، این لایو فرستادم برای آرام، ببینم میاد بالا اینجا داخل لایو، من ببینیم نمیارمش صحبت. بالا، کاری باش نرم، من اینم چیز نه نه اینکه بیاد بالا، بیاد اینجا ببینه پاسخ خوب باشه. این پیجش دوباره زده شده، شما الان دیگه به احترام خودت و بچه من لوری و همتبار من یه جورایی به قول معروف من خاکم اجازه ده، من اصلا کلا نمیخواستم اصلا اسمش رو بیارم، سوال کردی منطقی من رو بودم آقا کیه که من ازش بتم، او اگه من میتونستم میرفت سر قرار من براش آدم فرض فرستادی، او میدونی تمام شهامتش چیه؟ ببین بله امین فرزانه رو تهدید کرد تیرش نخورد، مهدی امینی رو تهدید کرد مالش نخورد، علی رشیدی رو تهدید کرد چیزش نخورد، علی کسگم رو من به سند دارم بهتون میگم دیگه، خب درست آقا درست. آقا چند نفر تا حالا تهدید کرده شما تو این مدت ها که دنبالشی؟ من دنبالش نیستم آقا، بذار یه دقیقه. نهایتش چی میگفت؟ نهایتش چی میگفت؟ میگفت لایو ما، لایو ما براش بفرستید اگه خواهی داره بیا تو لایو من، من خرابش میکنم، کل شهامتش این بود، گذاشتیمش تو منگنه سر قرار، هر روز 3 ساعت لایو میداد سر قرار، 8 تا 10 شب بچه های ما 8 تا 10 شب سر قرار بودن آقا با 200 کیلومتر سرعت تو اتوبان
درست. دقیقه و 52 ثانیه کل لایو این بود. یه جنگی آقا تو الان دعوای یه جنگی تو ماشین عقب میشینی یا جلو میشینی؟ یه جنگی میشینه جلو که سری بزنه بیرون، نه اینکه عقب بشینه یکی اینور یکی اینور. خب بعد بعد بگه به خدا من تنها بودم. بعد ساعت 4 صبح 8 تا 10 باش قرار داد 4 صبح بره یه فیلم بگیره. خب دست دو تا دستاش هم اینجوری باز کرده میگه به خدا من تنها ام، ببینی من اینم رستوران اینم من تنها ام، دو تا کسی هم با من نیست. پس اونی که ازت فیلم میگیره کیه اگه تو تنهایی؟ آقا من اون بارم بهت گفتم ببین آقا من آرام اصلا باش چون سلام علیک کردم میگم آقا دوستش دارم اصلا هر چیزی. خب آقا ما بالفرض من اومدم یه دو تا تیکه‌ای به آرام انداختم، ببخشید نصف تهران بچه‌ها تعصبشو کشیدن. من اومدم گفتم آقا بالفرض اگه مگه نمیگید غریبه مچه کردستان عراق، اگه این آقا کردستان عراق اومده هانیو زده اصلا هانی بگیم یزید باشه، همشهری ماست همزبون ماست، حق نداشته این کارو بکنه، برای چی دنبالش میکنید برای چی گندش میکنید؟ نصف تهران پریدن به من، آقای ایکس با یه من سیبیل از اون ور زنگ زد که جبار نکن این کارو، بردار پست تو، حق نداری با این بحث کنی. خب من نمیدونم واقعا. خب حالا من چهار بار باش سلام علیک کردم. منطقی فکر آقا جان، ما هر چی باشیم به قول معروف خودمون لنگی کف به هم دیگه میزنیم، ولی اجازه نمیدیم غریبه به ما یه تو بگه. درست. شما که ادعاتون ایرانی میشه، خب آقا من فارس، تو با آرام صحبت کردی؟ درست صحبت کردی با؟ بله بله آقا. فارسی صحبت کردن کی بهتره؟ شما؟ من چند سال بیرونم؟ 20 سال 25 سال 28 سال من تو اروپا دارم زندگی میکنم، همه رقم 10 جور با صحبت میکنم. خب بعد اونو میگن ایرانیه، به من میگن عراقی. خنددار نیست؟ آقا خب این خنددار نیست؟ سید جان من دو بار درخواست رو برای آرام فرستادم، دو بار درخواست این لایو رو براش فرستادم، دو بار مثل که ظاهرا نیومد، به من دایرکت داد که این چیه میفرستی و این حرفا این چیه داداش، من نمیدونم نیومد. ولی خب من بازم با این حال میگم من با ببین باشه نه بازم ببین من به خاطری که پشت به قبر مادر من داره، ببین مرده تو کل ادیان خدا بیا مردتش آقا، تو کل ادیان خدا حرمت داره، چه ادیان خدایی چه غیر خدایی. وقتی مرد دیگه تموم شد، ببین من چقدر خونیه هانی کنم، روزی که زدم گفتم اگه مرد دیگه من دیگه نه اسمشو نمیارم بچه، تموم شد. وقتی ببین میخوای آدمتو بشناسی باید از ادبش بشناسیش، حرمت نگه داشتنش بشناسیش. حالا کسی که سر صبح پدر مادر بزرگ شده باشه احترام میگم بشیر پدر مادر. وقتی آقا پیز من بسته نیست باز وقتی به یک مرده فوش میده تو بدون دیگه یعنی هیچ گوزی نیست، هیچ ادبی نیست، هیچ جایی نیست. خب درست. و این میخوره. ببین چجوری هم میخوره. به والله تا قبل از این همه داستانا، تا همه این داستانا هر کی باش قرار دعوا میذاشت تازه من بهش میگفتم داداش نرو، تو زن داری بچه داری، به روح پدر مادرم قسم، به خاک پدر مادرم قسم، گفتم آقا زن و بچه داری یه ما نری سر قرار. حالا بیاد تو اوج منو وساطت کردم، بچه معلم هم به بچه معلم من بیادبی کرده، بچه منکری بیادبی کرده، بچه معلم من اولا تو روی من واسدم به خاطر این، من گفتم این کرد همشهری منه، گفتم آقا با طرف ما باشی، گفتم من طرف حق میگیرم، برچم دارم خاکم آقا. بله طرف حق رو میگیرم. خب همش تو رو من واسدم به خاطر این که من گفتم این کرد همشهری منه. آخر سر منو وساطت کرد، من بهش زنگ میزنم با یه گوشی دیگه اینجوری بر دیدینش تو کلیپاش دیگه ببین. بله. این سید آلگوشه، اون موقع من زنگ میزنم داداش کجایی؟ خب
داداش کجایی؟ داداش کجایی آقا؟ که باش صحبت بکنم، میگم داداش این کارو نکن، این کارو نکن. خب آقا با دیگه برمی داد، در صورت که اون ایام نه باش مشکلی داشتم، نه باش دعوایی داشتیم، نه بی‌حرمتی ما بهم. ببین بس این نقشه کشیده از قبل، از 2 ماه قبل از درگیری ما این نقشه کشیده. آقا این بعد میاد تو چیزم، من الان بهت نشون میدم. خب اومده مینسن میگه داداش چیه، من نبودم، تو زنگ زدی ها؟ درست. پرچم داران آقا عزیزی، داداش من چشم خوندم کامنت تو عزیزی به خدا. بعد میاد به قبر مادر من خوش میدی. سلام داداش. آقا سلام آقا سیاه. آقا جانم، همون لحظه که اومدم تو لایو بهت گفتم داداش من چیز نیستم، سر سفره پدر مادرم بزرگ شدم، لات و لختی هم تیزی کشم نه اینکه نیستم، ولی خب به بزرگترم توهین نمی کنم، اون بحثش جداست. خب اومدی انتقاد کردی، من سوال داشتی گفتم چشم جوابتو میدیم، غیر از این هم نداریم ما. نه جواب دادی آقا، مشکلی نداره، مشکلی نداره. عشق من قربونت برم آقا، ببخشید مزاحمت شدم. من در خدمتم عزیزم. آقا زنده باشی، لطف کردی آقا، خاکم زنده باشی. یا علی برادر، یا علی آقا، خودت باش، هر بیجی کرد الله رو لک، هر بیجی زنده باشی. یا علی آقا، شاد یا علی. خالو مجید کرده، آقا محمد، آقا من شرمندم، تک تکتون، همه اونایی که اومدین نوشتین، من نتونستم جواب سلامتون رو بدم، سوالی داشتین به بزرگواریتون، ببخشید. عشق من. آقا سفر با عشق، آقا امیر، بانو داودی، آس، صدا ضعیف شد میسید. آقا ما کاری نداریم یارو طرف چیه، موقعی که اومده اینجا با ادب با ما سوال صحبت کرده، به قول معروف سوالش هم با ادبانه پرسیده، ما هم با ادبانه جواب دادیم، چی کار داریم؟ پرچم همه کل ایران بالاست، هر کی بده آب و خاک و دین و مذهب اونو میخواد زیر دمپایی شماست. آقا بزاد، آقا عبود، آقا مهدی عزیزی، آقا وحید مرادی، آقا زمان، جواب اونایی که دنبال فالو میگردن نمیدیم آقا، اونایی که دنبال معرفت میگردن، دنبال مشتیگری میگردن، جوابشونو میدیم. زنده باشی، زنده باشی آقا رشیدی، قلب من ستون شمایی، پرچم آقا سید مسرب بالاست، آقا ایوب، آقا جواد پلنگ، آقا احسان. داداش من میدونم تو کی هستی، اسم تو نمیارم اینجا، بی ادبی نکن، ما بی ادبی نکردیم، خودت هم میدونی در طول تاریخ یک دهم میلیمتر از من بی ادبی نشنیدی. سلطان داداشم آقا فرزندار داداشم، برادرش خوبی خلاص داداش منی، چه خبر آقا؟ پرچم تو داداش پول بخواد. به 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 به، ای فرزی فرزی فرزی، ای فرزی فرزی فرزی، شان و سری ترزی، دستم بوده و ترزی، ای گیار دنرزی،
عشق من آقا صاحب ترکه، آقا حسین، آقا ناصر. من یه دونه رو بندازم بیرون. داد از اونه قبلا خواهرش کشمشی میکرد یا هم گفتم آلش کن میام داداش. سلام سلام آقا سوراب ترکه داداش گلم عشق منی داداش اختان داداش گلم مرسی عشق منی خوش منی عشق منی قلب منی. چه خبر داداش خوبی؟ من خوبم داداش بسم الله. خوبم برم داداش عزیزی نوش جون داداش نوش عشق منی داداش اومده کلاردریا جد خالی کار خوب شما میکنی داداش جد خالی اومده کنارداری داداشی هم سننده جد خالی خون برم آقا ناصر خوش خوردن و خوشی کردن کیویدن گرمش میگه شبیه پل اهوازه خال و کامران با عشق منی دست من مزاحمت نمیشم سلطان نام مزاحمت نمیشم قلب منی قلب کسی دیگه بیاری بالا بیا داداش میخوام سلام بدم بهت یا علی من اون هوا سمر خدا یا علی یا علی همه تون عشقین آقا همه داشتم ممنون از چشای قشنگه آقا امید آقا امید یه حرفا چیه داداش این همه رو نگو داداش من دایرکت جواب نمیدم امید جان امید برای درخواست فرستاده امید سلام سلام داداش من دایرکت جواب نمیدم چی؟ دایرکت جواب نمیدم فقط واتساپ اینو به تو میگم که باقی هم خوش بکنن فکر کردم با من قهر کردی نه اما من داداش داشت ما ایش سید چرا با ما قهر کردی؟ نه من داشت ما نه اونجا صفا ادب عشق ازت چیزی دیگه نهیدیم خدا وکیلی ولی چقدر حال چقدر 500 جوابشو دادی بله آره. من میدونم دنبال چی میکردم آره به قرآن هی اومد مغلطه کنه هی 500 جوابشو دادی هی 500 جوابشو دادی عزیز منی عشق منی یه کاکاو هم میخوریم عشق میکنیم داداش داداش ببین من 5 ساله دارم با من میجنگن صغیر و کبیر به صغیر و کبیر به هر سرویس اطلاعاتی تو دنیا به هر سرویس اطلاعاتی تو دنیا بگی منو تهدید کردن اینا که شاشیان من اصلا اینا رقمی حساب نمی کنم خب ولی سی من از هر کی پرسیدم آرام اسم دختره به قرآن جون مردم من اصلا خودم دوست دختر داشتم داستان خودتو بگیداش داستان خودتو آقا بفرمایید کلاس جونت سیگار ترک کرد دست یه دونه بردا دست یه دونه بردا داداش آقا ای جان هانی کن از جون جون هانی کن عشق منی بی ناموس آره داداش من پشت گوشی می جنگم هنرشو دارم تواناییشو دارم آقا خب دور را دیگه اینجایی که بخوای بکنی دارم تو که نداری نتونستی خودتو حتی تو با همین پشت گوشی نشون بدی با پیج آقا من هنرشو دارم رخشو دارم سیماشو دارم جنمشو دارم نبض صداشو دارم تو چی؟ تو خونه هم نشستم چکولات هم میخورم عشق هم میکنم بذار من بهت بگم بی‌ناموس باعث دخترونه با اون حرف زدنش فارسی میخواد حرف بزنه کتفش اینجوری هی در میره و ناموسم از فوشایی که میده 4 تاشو به خودش داره میده به فارسی مثلا بیارو میخواد بگه اسم منی داداش من یه معذرت میخوام داداش آقا لطیفی قربون اون قد و بالا داداش من شرمنده به قرآن کامل زیاده آره ببست. شما چه تو منی پرشم خرم‌آباد بالاست
میگن معنی فارسی رو نمیفهمه، فوشایی که میده نصفشو به خودش میده. میاد به یارو بگه مثلا زن تو فلان، به خودش میگه زنمو گاید فلان. یه بابا چی داری میگه؟ زبون بستلی دوکاین خورده، زبونش سره. دو تقصیر اون نیست. من تقصیر اون نمیدونم. این آرام شماخر عراقی تقصیر نمیدونم، تقصیر ملتی میدونم که میرن تایید میکنن. همون شده آقا من فردا یک تقصیر میزنن، شعرش هم میکنن که پیجش هم سید مکم تقصیر تکشیدیم. داداش میارم ات بالا، داداش من این داداش ناصر رو بیارم بالا. داداش یه کلیپ واسه درست میکنم، سب کن. داداش من خدافر. من داداش ناصر رو خیلی وقت نیدم. آقا ناصر نبودی داداش. داداش اکه چلاس رو خیلی خوشت میاد. سلام ناصر جان. سلام. سلام ناصر جان. سلام. سلام داداش خوبی؟ من کوچیکم نازش. شاد کردم داداش خوبی؟ شکلات بخور. چه عجب چه عجب، نوکردم داداش، دمت گرم. شکلات بخور. مرداشیم داداش، دمت گرم. عشق منی. شما داداش. نوکردم چه عجب. چه عجب داداش دیدیم. نمیدونم این ورور میپریدی، میومدی تو لایو میپریدی این ورور. ولی همیشه عرض ادب و احترام کردم داداش. شما داداش منی، دوست داشتم. نه داداش یه تو بزرگم داداش، یه مدت گرفتار بودیم اصلا، کلا داستان ما غم انگیز بود، اصلا تو مجازی نبودم. خب ببین بس تفسیر من نبوده دیگه، من هر موقع دیدم داداش من حتی الان در جریان نیستم داستان چیه، فقط آخه با حمید که در ارتباط نیستم. بعد اصلا تو مجازی بود یه دیدم میدونی داستان چیه سید، اون سری تو این آرام آوردیش بالا، این از اون سری گنده شد دیگه. برا نسبت برا نسبت هر کی میاد تو لایو تو بعدا شاخ میشه دیگه. همیشه بهت گفتم داداش چه بکنی نیاری من بالا هم نمیشه. آقا نیاری بالا هم نمیشه دیگه. نه دیگه اون که داداش اون بزرگی تو نگه کامنت تو از جلوم رد میشه، نمیخوام. میگه یارو میگه تو مثلا ناراحتی، تو مثلا من تو دایرکت رو جواب نمیدم، اصلا یه نقطه هم آره نمیدم. خب یارو میگه خودتو میگیری، در صدی که من بودم و من صدها مرتبه بودم و من دایرکت جواب نمیدم. شماره واتساپ هم به مولا تو گوگل هم بزنی میاد بالا، بنویس شماره واتساپ سید آرگوش میاد بالا. خب دقیقا آقا ناراحتی نداره سید، حتی جواب من که منم یا خیلی یا دیگه که رفیقاش سید تو با تو این اینستاگرام جواب نمیده دایرکت. آقا میان ریپورت میدن، میان فلان میکنن، نمیدونم فتوشاپ میکنن برای خودشون. میگه آرش میگه به منم شکلات داد. بفرما آقا عشق من. ولی الان کجایی داداش تو؟ اینا رو ولش کن داداش، من الان خونم جات خالی. یه مدت بیرون بودی. سیم دیگه رو بالکن. خوش باشی داداش، خوش باشی. نو کردم داداش. همیشه دو اعتماد داریم، یکی تعصب کشه خوب آدم میگه، یکی فوش میده. الان نگاه کن نصف فوش میدن نصف هم چیه. ولی کلا الان مثلا داش ایوب با داش حمید یه مشکلی داشتن، خدا وکیل مثلا نبودم، نه دخالتی کردم نه چیزی، گفتم دو تا رفیقم درست میشه. ولی خیلی